اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد، می تواند نشانه خوبی برای آینده بهتر، آینده‌ای برای صلح، امنیت در منطقه و جهان و زندگی با آرامش مردم در این منطقه خواهد بود. ایران و آمریکا در دو هتل در وین رو در روی یکدیگر. دو طرف از اولین مذاکرات غیر مستقیم برای احیای برجام راضی‌اند، اما گفتند تازه اول راه است. امشب با مشاور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یک کارشناس برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کنیم و می‌پرسیم مذاکرات امروز چقدر راه را برای بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان باز کرده. در ادامه برنامه امشب، عمیق شدن شکاف طبقاتی با ادامه بحران کرونا. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده ایران هم با افزایش تورم و بیکاری روبرو می شود. از ساعت 7:30 به بعد دیگه محیط‌بان‌ها جوابگوی تلفن همراهشون نبودن و بی‌سیمشون. شلیک مرگبار به دو محیط‌بان در ایران، چرا جلوی قتل نگهبانان طبیعت گرفته نمی شود؟ و حکایت شب‌های تار موسیقی ایران بعد از انقلاب. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بالاخره بعد از ماه‌ها چانه‌زنی برای برداشتن گام اول، ایران و آمریکا در وین غیر مستقیم مذاکره کردند. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در نقش میانجی پیام‌های طرف ایرانی را به نمایندگان آمریکا که در هتلی در نزدیکی محل نشسته هستند می‌برند. هدف همه طرف‌ها بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامیشان است. تعهداتی که از 3 سال پیش بعد از خروج آمریکا از برجام به تدریج کم شد. نمایندگان ایران و روسیه گفتند مذاکرات امروز سازنده بوده و قرار است دور دومش جمعه برگزار شود. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی اما گفته اگر گفتگوهای کارشناسی پیشرفتی نداشته باشد، ایران ممکن است تا روز جمعه به مذاکرات خاتمه دهد. کاخ سفید در تازه‌ترین واکنش گفته فعلا در مورد ایران اقدامی نخواهد کرد و منتظر پایان مذاکرات خواهد بود. مذاکرات امروز چقدر مسیر خروج از بن‌بست را روشن کرده؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش کسرناچی. در وین نشست امروز ایران و 4+1. این جلسه توافق کرد که دو کارگروه کارشناسی تشکیل بدهد برای تعیین دقیق قدم‌هایی که ایران و آمریکا باید برای بازگشت به برجام بردارد. کارگروه‌هایی که کارشان را بلافاصله شروع کردند. جلسه امروز در هتل گراند وین شروع دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا است، ولی این بار به طور غیر مستقیم. نماینده اتحادیه اروپا هماهنگ کننده این گفتگو هست و قرار است نقش واسطه داشته باشد با هیئت آمریکایی که در این هتل امپریال مستقر شده. آن طرف خیابان 100 متر دورتر. آنچه که ما در وین در کنسول مشترک دنبال میکنیم دقیقا مبتنی بر مواضع قطعی نظام هست. هیئت ایرانی اصرار دارد که بگوید این مذاکرات حتی غیر مستقیم هم نیست. ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای 4+1 مذاکره می‌کنیم و خواسته خودمون، شرط خودمون رو برای بازگشت به برجام به اونها اعلام خواهیم کرد که خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تحریم‌هایی که گذاشته رو برداره و بعد از اون ما راستی آزمایی میکنیم و ما برمیگردیم. این اگر که کشورهای 4+1 تونستن آمریکایی‌ها رو از این جهت راضی بکنن به هر روشی که خودشون میدونن، این دیگه به ما ربطی نداره. اگر تونستن راضی بکنن، خب طبیعی هستش که ما به همون مسیر عمل میکنیم. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیئت آمریکایی را راب مالی به عهده دارد، مسئول ایران در وزارت خارجه. That special envoy for Iran, Rob Malley. سخنگوی وزارت خارجه گفت مذاکرات سختی پیش روست و بعید است که به زودی به نتیجه برسد. آمریکا تأکید کرده است که همیشه برای مذاکرات مستقیم آماده است.
What we would pursue is first of all a longer agreement. In other words, one. راب مالی مسئول ایران در وزارت خارجه امروز با شبکه رادیویی NPR در آمریکا گفتگو کرد. او گفت آمریکا در این مذاکرات قبل از هر چیز به دنبال طولانی تر کردن دوره توافق برجام است. او گفت انتخابات ایران هم در این مذاکرات مطرح نیست، چون آمریکا با هر کسی که در ایران در قدرت باشد مذاکره خواهد کرد. ایران در این مذاکرات به دنبال برداشته شدن هر چه زودتر تحریم هاست. نماینده روسیه بعد از نشست امروز گفته است که این نشست موفق بود، اگرچه اضافه میکند که هیچ کس نمیداند این دور از گفتگوها چه مدت زمانی طول خواهد کشید. در بیرون هتل آنهایی که میخواهند وضع حقوق بشر در ایران هم جزئی از این مذاکرات باشد. یکی از نشانه های دشواری این دور از مذاکرات این خبر مقام های ایران امروز که تست مکانیکی سانتریفیوژ های IR9 را که بسیار سریعتر می تواند غنی سازی کند آزمایش کرده است. نه چندان شروع خوبی برای این مذاکرات. کسری نجی، BBC. ناتالی توچی، مدیر مؤسسه روابط بین الملل روم و مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ماست. خانم توچی، ممنون که وقتتون رو به ما دادین. کمی اول به ما بگید که امروز در وین چه گذشته؟ شنیدیم که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان به نوعی میانجی بین ایران و آمریکا از این هتل به اون هتل می‌رفتن و پیام‌ها رو می‌بردن. مشکلات این نوع مذاکره چیه؟ مسلماً همونطور که میدونید من شخصاً اونجا حضور نداشتم، در وین نبودم، ولی این نوع دیپلماسی که شما دارین راجع بهش صحبت میکنید چیزی نیست که شخصاً اونجا دیده باشم، ولی اونچه که میتونم به شما بگم این هستش که ما الان در وضعیتی قرار داریم که این شکل از مذاکرات که شما اتحادیه اروپا رو دارین به سه طرف دیگر که دارن با ایران مذاکره میکنند خیلی قبلا ممکن نبود، برای اینکه آمریکا از برجام خارج شده بود و خارج هم الان شده و الان بیرون هست. بنابراین یه ذره سخت هستش که بخوایم این مذاکرات رو به این شکل ادامه بدیم، اما الان با توجه به اینکه در وضعیتی قرار داریم که برجام توی حالت تنفس مصنوعی در بستر مرگ داره دست و پا میزنه، وضعیتی که در سه سال گذشته وجود داشته تنها در صورت قابل بازگشت هست، تنها در صورت احتمال احیای برجام وجود داره که آمریکا برگرده به برجام، تحریم ها رو لغو بکنه و ایران به طور کامل متعهد بشه به برجام. برای همین ما الان در وضعیتی قرار داریم که هم آمریکا و هم ایران این مسئله رو بروز دادن که دوست دارن این کار رو بکنن، ولی بحث روابط مثل همه مسائل سیاست خارجی واقعا جزئیات، واقعا شر به قول معروف در جزئیات نهفته است. دو طرف به طور اصولی موافقت کردن که برجام رو احیا کنن، ولی بحث اینه که کی پیش قدم بشه، کی چی کار بکنه و بعد اون یکی در مقابل چی کار بکنه که ما بتونیم دو طرف رو ببینیم که به برجام بازگشتن. این نقشی هستش که ما الان برای دیپلماسی قائل هستیم و این نقشی هستش که در ساعات گذشته دیدیم که طرفهای اروپایی دارن سعی میکنن که به پیش ببرند. همونطور که اشاره کردین از هر دو طرف این تمایل دیده میشه که برگردن به برجام، برگردن به تعهداتشون، اما اون جزئیات هست که مشکل کار هست. چالش بزرگتر فکر میکنید از طرف کدوم کشور هست؟ آمریکا یا ایران؟ و دقیقاً بر سر چه جزئیاتی میتونید به ما بگید که این مذاکرات الان در جریانه؟ من فکر میکنم در یک سطحی از تحلیل ما میتونیم بگیم که نسبتاً برای ایران آسان‌تر هست که برگرده به برجام و به تعهدات خودش عمل بکنه، اما یک سؤال بنیادی تر وجود داره که خب دغدغه طرفهای مقابل هستش که کارش نمیشه کرد. ایران یک سری دانش و توانایی‌ها و اطلاعات و مهارت‌های هسته‌ای رو به دست آورده از طریق پژوهش‌ها و تحقیقات خودش که این قابل بازگشت نیست، ایرانی رو داره، کارش نمیشه کرد. ولی اگه داریم راجع به مثلا سانتریفیوژ هایی که ساخته شده صحبت می‌کنیم، اگه راجع به اورانیومی که غنی شده صحبت می‌کنیم،
اگه بحث سر اینهاست، بله، اینها قابل برگشت هستن و در یک زمانبندی خاص ایران میتونه این کار رو انجام بده. دشواری کار از یه لحاظی برای آمریکا بیشتر هست، برای اینکه ما میتونیم بگیم که خب مثلا لغو تحریم ها در نگاه اول شاید به نظر خیلی قضیه پیچیده نیاد، تحریم ها رو لغو میکنن تموم شد و رفت، اما با توجه به اینکه دولت قبلی آمریکا، دولت ترامپ، تحریم هایی رو افزود به این نظام تحریم علیه ایران که ارتباط مستقیم با بحث تحریم ها نداشتن، یه سری تحریم های جداگانه بودند که هزینه اقتصادی برای ایران داشت ولی ارتباط مستقیمی با بحث هسته‌ای و با تحریم‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران نداشت و این کار رو برای دولت بایدن سخت‌تر کرده، چون دولت بایدن برای سخت‌تر هستش که این تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رو لغو بکنه، هرچند اون تحریم‌های اضافه در چارچوب همون سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعمال شدند. اگر خیلی کوتاه بتونید به عنوان سوال آخر به ما بگید، روز جمعه هم قرار هست دوباره دو طرف بنشینن مذاکره بکنن، این خبر مثبتی هست و فکر میکنید که به هر حال این روند چقدر طول میکشه تا به نتیجه برسه؟ Well, I mean, I think it is an absolutely positive signal. به نظر من یک نشانه کاملا مثبتی هستش. اگه حالا ما یک روزی به نقطه برسیم که دو طرف بتونن نزدیکتر بشن به مذاکره مستقیم، یعنی که ما تونستیم به پیشرفت حاصل بکنیم و الان میتونیم اون چشم‌انداز رو ببینیم، برای همین من میگم کاملا یک نشانه مثبتی هستش که مذاکرات در جریان و جمعه هم قرار در جریان داشته باشه، ولی این مذاکرات شاید خیلی کوتاه باشه، شاید خیلی طولانی باشه، بسته به اینکه چجوری اینها توافق بکنن، برای اینکه بعضیا میتونن بگن که مذاکرات باید راجع به این باشه که چجوری هر طرف گام به گام به طرف برجام حرکت بکنه، با چه ترتیبی، با چه سرعتی، و این شاید خیلی طولانی بشه، شاید زمان زیادی ببره، اما امکان داره که دو طرف به این توافق برسن که خب ما یه تاریخ رو تعیین بکنیم و بعد همه طرف ها به طور کامل برگردن به برجام قبل از اون تاریخ. برای اون دیگه قضیه خیلی پیچیده و طولانی نخواهد بود. خیلی بستگی داره که ما چه فرایندی رو دنبال بکنیم که برسیم به نقطه‌ای که دو طرف بتونن به برجام عمل بکنن، بسته به اینکه هر دو طرف واقعا این تمایل رو داشته باشن و حسن نیت نشون بدن. ممنون از شما ناتاییچی، مدیر مؤسسه روابط بین الملل روم و همینطور مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. برای بحث بیشتر در این مورد علی واعظ با ما پیوسته، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن دی سی. آقای واعظ، طرف آمریکایی بالاخره به وین رفته، به هر حال دو طرف حداقل به صورت غیر مستقیم با هم تونستن به نوعی صحبت بکنند، امروز فکر میکنید اونجا چه گذشته؟ کمی بیشتر به ما بگید، به خصوص که گروه یا سازمانی که شما باهاش کار میکنید پیشتر حداقل روابط نزدیکی داره با رابرت مالی، مسئول ایران در وزارت خارجه. ببینید، همونطور که در گزارشتون بود، هدف دیداری که امروز صورت گرفته ایجاد دو کارگروه بود که این دو کارگروه صحبت بکنن با ایران در مورد اقداماتی که ایران باید بکنه برای بازگشت به تعهداتش و همینطور آمریکا در مورد اقدامات آمریکا. همین گام نخست هم که در واقع تعریف این اقدامات هست، به خودی خود من فکر می‌کنم دشوار خواهد بود، برای اینکه ممکن هست که بین توقعاتی که ایران داره از اینکه چه تحریم‌هایی برداشته بشن و اون چیزی که آمریکا حاضر هست روی میز بذاره در واقع تفاوت وجود داشته باشه، و بعد همینطور اقدامات ایران هم برخی از اونها مثل فرض کنید تحقیق و توسعه اقداماتی هستن که واقعا بازگشت پذیر نیستن، برای که دانشی هست که ایران به دست آورده و با جمع‌آوری سانتریفیوژها اون دانش از بین نمیره، و بنابراین سر همین گام نخست هم من فکر میکنم یه مقدار زیادی ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشه. باید دید آیا تا جمعه که دوباره کمیسیون مشترک دیدار خواهد داشت میتونن به نتیجه برسن یا نه. فکر میکنید این گام نخست اگر برداشته بشه، یعنی فرض بگیریم که قرار باشه که به صورت مقطعی هر کسی در یه مقطعی یه اقداماتی انجام بده و مرحله به مرحله دو طرف جلو برن، اگر اون مرحله اول انجام بشه کار رو برای مرحله بعدتر راحت‌تر خواهد کرد؟
بله ببینید، این در واقع موضوعی بود که در 5-6 هفته گذشته به صورت غیر مستقیم در موردش مذاکره صورت گرفته بود. ایده این بود که دو طرف یک گام بردارن و با اون گام در واقع بنبست دیپلماتیک رو بشکنن، ولی به هر حال نتونستن سر توافق برسن و به همین لحاظ قرار شد که یک نقشه راه کامل رو تدوین بکنن. و نهایتاً موضع ایران همونطور که میدونید این هست که آمریکا باید تمام تحریم ها رو برداره، اقدام آمریکا مورد راستی آزمایی قرار بگیره و سپس تنها در اون شرایط هست که ایران اقدامات خودش رو خواهد کرد. اگر واقعا این موضع نهایی ایران باشه، واقعا بنبست حتما در وین صورت خواهد گرفت و پیشرفتی به دست نخواهد اومد. فکر می‌کنید ایران آمادگی خوردن به بنبست رو در این مورد داره؟ ببینید، ممکن هست در پیش از انتخابات به هر حال گروه‌هایی هستن در ایران که خواهان پیشرفت نیستن، برای اینکه نمیخوان که در واقع گشایش دیپلماتیک تبعات انتخاباتی داشته باشه. اما نهایتاً اگر دو طرف بتونن بر سر لیست اقدامات به نتیجه برسن تا آخر این هفته، شاید در دور بعد مذاکرات، هفته بعد یا هفته بعدتر، بتونن در مورد مرحله بندی اون صحبت بکنن. و مرحله بندی میتونه در یک گام باشه که از اجزای متفاوتی برخوردار هست، ولی بدون شک آمریکا اول اقدام نخواهد کرد، همونطور که توقع این که ایران اول اقدام بکنه توقع غیر منطقیه. به عنوان سوال آخر، برخی از تحلیلگران از داخل ایران معتقدند که چین و روسیه هم دارن بر ایران فشار میارن که بیاد پای میز مذاکره، توافقی انجام بشه، این مسائل مرتفع بشه. چقدر فکر می‌کنید نقش اونا مهم هست؟ آیا شما هم چنین برداشتی دارید؟ بله، ببینید، چین و روسیه هر دو خواهان حفظ برجام هستن، میدونن که گزینه‌های جایگزین برجام به نفع منافع اونها هم نیست، چه درگیری نظامی باشه چه پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای ایران باشه، و بنابراین حتما اونها هم به ایران فشار خواهند آورد. و من فکر می‌کنم عدم انعطاف موضع ایران در چند روز آینده حتی به این قیمت تمام خواهد شد که چین و روسیه هم در طرف دیگر اعضای برجام قرار بگیرن و فشار بیشتری بر ایران اعمال بکنن. ممنون از شما آقای واعظ، علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران با. اما همزمان با نشست آمریکا و اعضای برجام در وین، مخالفان این توافق در ایران با صدای بلندتر به اعتراض علیه تلاش‌های دولت برای احیای آن پرداختند. آنها میگویند دولت حسن روحانی در حدود 2 ماه باقی مانده از عمرش با عجله‌ای که برای بازگشت به این توافق به خرج می‌دهد، مانع رفع کامل تحریم‌ها خواهد شد. ریحانه مظاهری در گزارشش نگاهی کرده به عملکرد این روزهای مخالفان دولت در ایران. بازگشت مذاکره کنندگان به وین، نمودی از امید به شکست شدن بن‌بست برجام، نشانه‌هایی از باز شدن گره کور دعوای میان ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای و شاید برداشته شدن تحریم‌ها و شرایطی بهتر از نظر اقتصادی برای مردم در ایران. خوشبینی که قوت گرفتنش بر وحشت مخالفان سنتی این توافق افزوده و طی هفته‌های گذشته صدایشان را بلندتر کرده. اگر اینقدی که برخی از آقایان جلسه گذاشتن برای اینکه چطور بتونن از غربی‌های امکانی برای این کشور بگیرن، اگر جلسه می‌گذاشتن برای رونق تولید در این کشور، رفع موانع تولید، بسیار میتونست مؤثر باشه در جهت گره‌گشایی از کشور. آنها که پیشتر و پس از خروج آمریکا از برجام پرچم این کشور را آتش زدند، حالا این توافق را دامی گام به گام یا گام به دام نامیدند. برخی هم صف مذاکره کنندگان را با صف مرغ در ایران مقایسه کردند. نخیر آقا جون، گوش کنید، این تیتر روزنامه صبحشونه، وزارت خارجه در سیطره دو تابعیت. یا گروهی هم نشست وین و آغاز احتمالی هر مذاکره ای را گاندوی سه نامیدند، سریالی که با انتقاد شدید دولت همراه بود و پخش آن نیمه کار متوقف شد. سریالی که دولت میگوید نمایشی سراسر دروغ است و بی‌اعتمادی به بار می آورد، اما مخالفانش توقف پخش آن را نشان از شتاب زدگی دولت روحانی برای به سرانجام رساندن یک توافق نمایشی می دانند. نمایشی که می تواند فرصت لغو همه تحریم ها را از بین ببرد، موضوعی که شخص آیت الله خامنه ای هم در سخنان نوروزیش بر آن اصرار داشت. آمریکایی ها باید تحریم ها را لغو کنند، تمام تحریم ها را باید لغو کنند، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده، اون وقت ما به تعهدات برجامه‌مون برمیگردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت. این سیاست
قطعی است. سیاستی که رسیدن به آن چندان آسان به نظر نمی رسد. برداشته شدن حدود 1500 تحریم علیه ایران که در طول 4 سال دولت دونالد ترامپ اعمال شد. تحریم هایی که برخلاف خواست رهبر جمهوری اسلامی برداشته شدن بسیاری از آنها زمانبر است و نیاز به تصویب در کنگره و سنا دارد. بازگشت مذاکره کنندگان به دوره یک میز هرچند بدون حضور مستقیم آمریکا آن هم 2.5 ماه مانده به انتخابات در ایران برجام را به برگ برنده‌ای برای کاندیداهای احتمالی تبدیل کرده. اصلاح طلبان میگویند برجام گروگان انتخابات شده اما دولت با وجود مخالفان سرسختش تا آخرین نفس به تلاش برای رفع تحریم ها ادامه میدهد و مانع فرصت سوزی میشود. مخالفان عمدتاً اصولگرا اما میگویند عجله دولت در این روزهای واپسین مانع تحقق کامل خواسته رهبر حکومت خواهد بود. حال باید دید در این رقابت نفسگیر میان دو جناح چه کسی امتیاز برجام را از آن خود خواهد کرد. ریحان مظاهری، بی بی سی. مخالفت با بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشون در قالب برجام محدود به ایران نیست. در آمریکا هم این بحث‌ها و این مذاکرات مخالفانی داره، از جمله الی کوهن، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ که همین حالا از میامی به ما پیوسته. خانم کوهن، خیلی خوش آمدید به برنامه. در ایران با آنچه که اتفاق داره میفته مخالفت شده، تندروها مخالفند با مذاکرات مستقیم یا حتی غیر مستقیم اونچه که امروز اتفاق افتاده و بازگشت به برجام. شما هم در آمریکا با این مسئله مخالفید و میگید که دولت بایدن باج داده. وجه مشترکی بین خودتون و تندروها در ایران میبینید؟ Well, first of all, thank you so much for having me here, and I wanted to say salam به همه بینندگان. You know, I would tell you that there's actually no similarity between the U.S. من به شما خواهم گفت که هیچ گونه وجه مشترکی بین مخالفت‌هایی که با برنامه هسته‌ای در آمریکا و در ایران میشه نیست. دلیلش هم که هیچ گونه وجه مشترکی هم وجود نداره این هستش که آمریکا هیچ دلیل موجهی نداره که بخواد تحریم ها رو علیه حکومت ایران لغو بکنه و اونچه که ما از طرف حکومت ایران اینجا در آمریکا دیدیم اینه که هر دلاری که اونها دریافت کردن خرج تروریست شده. منابع کشور ایران هرگز صرف مردم ایران نشده. هر پولی که حکومت ایران میگیره یا جیب خودشون رو باش پر میکنن یا میدن به اعوان و انصار خودشون یا به شبه نظامیان تروریست خودشون در حزب الله لبنان، حوثی ها و یا حماس. به همین دلیل هستش که خیلی‌ها در آمریکا مخالف اینند که آمریکا مثلا دارایی‌های ایران رو که مسدود شدن بخواد آزاد بکنه یا تحریم‌ها رو بخواد لغو کنه. شما خودتون ایرانی هستین، قطعا اقوامی هم در ایران دارین، میدونی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم در طول 3 سال گذشته بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام به شدت به هم ریخته و حتما از اون آگاه هستید. وقتی میگید که تمام این پول خرج حماس یا گروه‌های نیابتی، جنگ‌های نیابتی که ایران می‌کنه میشه، خب مردم قطعا این سوال براشون پیش میاد که چرا پس وضعیت ما هم خیلی خراب شده. Yeah, and I think that that's exactly the right question. من فکر میکنم این سوالی که شما پرسیدین واقعا سوال مناسبی هستش که مردم ایران بعد از حکومتشون بپرسن چرا حکومت ایران پول مردم رو میدزده؟ چرا حکومت ایران به جای اینکه پول رو خرج خود مردم بکنه خرج گروه های تروریستی در منطقه میکنه؟ فراموش نکنید ایران یک کشور ثروتمند نفتخیز هست، یک صادرکننده نفت و گاز طبیعی هست. بنابراین مردم ایران باید خیلی وضعشون بهتر باشه. میدونین 40 سال هستش که این حکومت تندروی انقلابی اسلامی قدرت رو قبضه کرده و در قدرت مونده. من همین اخیراً یک مقاله نوشتم و در این مقاله نشون دادم که حکومت ایران از سلاح گرم استفاده کرده تا 1500 معترض رو بکشه. بنابراین حکومت ایران برای بقای خودش هر کاری رو انجام خواهد داد.
بنابراین سوالی که آمریکا رو بعد از خودش بپرسه اینه که آیا به نفع آمریکا هست که دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد بکنه، تحریم‌ها علیه ایران رو لغو بکنه، یا با ایران وارد یک توافق هسته‌ای بشه. من فکر می‌کنم اقدامات سوء ایران در منطقه ثابت کرد که هیچ دلیل خوبی واقعا وجود نداره که ما بتونیم اجازه بدیم حکومت ایران یه روزی دستش به سلاح هسته‌ای برسه. اشاره شما به اعتراض ها هست بعد از گران شدن قیمت بنزین که در اون بر اساس اون چه گروه های حقوق بشری میگن بین 300 تا 400 نفر کشته شدند و نه 1500 نفر که گزارشی بود که بعدتر اشاره هم به اون نشد. اما سیاست فشار حداکثری که دولت دونالد ترامپ به پیش برد ایران رو به جایی رسونده که عملا دولت بایدن به قول خود شما امروز مجبوره بهش باج بده تا فعالیت های هسته ایش رو متوقف کنه. و دولت بایدن حداقل میگه که فشار سیاست فشار حداکثری شکست خورده. از نظر شما همون سیاست شکست خورد؟ ببینید شما باید به واقعیت‌ها نگاه بکنید. تنها کاری که میتونید بکنید واقعیت‌ها نشون میده که سیاست فشار حداکثری کاملا موفقیت‌آمیز بوده. ما اینو از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که اقتصاد ایران به خاک سیاه نشسته، از اینجا میفهمیم که ارزش ریال سقوط کرده، از اینجا میفهمیم که مردم ایران مرتب وارد خیابون‌ها شدن تا اعتراض بکنن به وضعیت معیشتی خودشون و علیه مشروعیت حکومت و همینطور علیه اینکه حکومت انقدر ناکام بوده در مدیریت کرونا. بنابراین میتونید نتیجه بگیرید که حکومت ایران آسیب پذیر شده و ضعیف شده. این به دولت آمریکا این اهرم رو میده که بتونه از این اهرم استفاده بکنه علیه ایران. واقعیت این هستش که آمریکا احتیاجی به ایران نداره، این ایران هست که به آمریکا احتیاج داره. بنابراین ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و حکومت ایران رو به پاسخگویی بطلبیم. آمریکا باید ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر به پاسخگویی بطلبه، باید به پاسخگویی بطلبه برای تمام فعالیت‌های سوء خودش در منطقه، در خاورمیانه و در شمال آفریقا و همینجا به خاطر فعالیت‌های سوش در آمریکای لاتین. ممنونم از شما خانم کوینم. الی کوینم، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفته برای مقابله با موج جدید همه‌گیری تهران یک هفته تا 10 روز باید تعطیل شود. همچنین نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا تهران، گفته الگوی غالب شیوع کرونا در ایران مطابق یکی از انواع جهش یافته این ویروس است. دولت ایران هم برای کاهش روند ابتلا به کرونا همه تورهای گردشگری به مقصد ترکیه را لغو کرده. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. ایستگاه متروی آزادی تهران جای سوزن انداختن نیست. از دیروز وضعیت شیوع کرونا در تهران قرمز شده. مسافران اما بی توجه به بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا. این آمار مقام‌های بهداشتی پایتخت را نگران کرده. آمار ابتلا در مناطق شرق و جنوب شرق تهران بالا رفت و بیش از 100 بیمارستان درگیر بیماران مبتلا به کرونا هستند. در این شرایط تعدادی از مقام‌های ستاد مقابله با کرونا تهران پیشنهاد کردند که پایتخت یک هفته تا 10 روز تعطیل شود. ابرشهری که همین امروز 1100 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌هایش بستری شدند. در شرایط قرمز به سر میبریم و شرایط قرمز شرایطی است که بجز مشاغل گروه یک که مشاغل گروه امدادی بیمارستان ها، مشاغلی که در واقع مایحتاج ضروری مردم رو در واقع تامین میکنن، بیشتر به این سمت میرود که ما مشاغل غیر ضروری باید در واقع توقف فعالیت پیدا بکنن، عمده ادارات و سازمان‌ها به سمت دورکاری برن، کلاس آموزشی، سمینارها و اینها تعطیل بشه و خب برنامه‌ریزی بشه برای عدم رفت آمد و تشدید رفت آمدهای شبانه. بیمارستان‌های تهران دوباره پر شده از بیماران مبتلا به کرونا. گفته شده سفرهای نوروزی و بی‌توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در 2 هفته گذشته علت اصلی موج جدید شیوع در اینجاست. در روزهای پایانی اسفند ماه میزان مراجعه در بیمارستان بیشتر شد و متأسفانه در فاصله 2 هفته
میزان بستری ما به 5 برابر رسید، به شرایطی که معادل هست با خدمات حداکثری ما در آبان سال گذشته، و الان 4 بخش مراقبت ویژه و 5 بخش تنفسی اختصاص یافته به مریضای کووید. خیابان‌های خالی استانبول، جایی که در 2 هفته گذشته مقصد بسیاری از مسافران ایرانی بود. استانبول قبلا 1 روز قرنطینه داشت، ولی در حال حاضر شده 2 روز به خاطر شرایط قرمز بودنشه. دولت ترکیه بعد از بالا رفتن آمار دوباره مبتلایان به کرونا دستور قرنطینه داده. با افزایش تعداد مبتلایان، دولت ایران هم دستور داده که همه تورهای گردشگری به مقصد ترکیه لغو شود. پروازها اما همچنان برقرارند. ایران در حالی وارد موج تازه‌ای از شیوع کرونا شده که هنوز تعداد بسیار کمی از مردم واکسن کرونا دریافت کردند. با ورود اولین محموله واکسن از سبد کوواکس به ایران، بسیاری امیدوارند تعداد بیشتری در برابر کرونا واکسینه شوند. محموله از 700 800 دوز واکسن آکسفورد و آسترازنکا که در کره جنوبی تولید شده، و به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، قرار است تا نزدیک به 2 ماه دیگر 3 میلیون و 600 هزار دوز دیگر از همین واکسن وارد ایران شود. دولت اصرار دارد که در همه شهرهای قرمز همه فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی از جمله برگزاری مراسم ملی و مذهبی ممنوع است، ولی این قانون هم در تهران و هم در بقیه شهرها چندان جدی گرفته نمی‌شود. شهرهای قرمز کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیلی کامل دارند. فعالیت‌هایی که اجتماعی هر نوعش مذهبی ملی تعطیلی کامل هست. معلوم نیست در نهایت دولت ایران به پیشنهاد ستاد مقابله به کرونا پایتخت در مورد تعطیلی 7 تا 10 روزه تهران پاسخ مثبت بدهد، ولی به نظر می آید این ابرشهر هفته های سختی را پیش رو خواهد داشت. کاوه مشکات، بی بی سی. روزهای کاری سال 1400 با اخبار اعتراض کارگران به دستمزد و وضعیت کارشون آغاز شده. کارگرانی که حداقل دستمزد رو میگیرن و تورم بالای اقتصاد ایران از قدرت خرید اونها کاسته. چرا شمار اعتراضها به مشکلات معیشتی و تناوب اونها بیشتر از گذشته شده؟ شهید هوشمندی گزارش میده. تجمع کارکنان شرکت توزیع برق امروز مقابل ساختمان مجلس در تهران. اعتراض آنها به میزان حقوق و وضعیت استخدام است. برید بپرسید قرار دادشون از 1 سال عملی کردن 6 ماه. این هم تجمع دوباره کارگران هفت تپه روز جمعه 13 فروردین. بالغ بر 500 600 نفر میخوان اخراج بکنن. و این تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران روز یکشنبه 15 فروردین. نقطه مشترک تمام این گروه های معترض شرایط نامطلوب معیشتی و قدرت خرید پایین است. گروه های کم درآمد معمولاً حداقل دستمزد می گیرند و این مزد هزینه های اولیه آنها را هم پوشش نمی دهد. حداقل مزد ملاک مهمی در مناسبات کار در ایران است، چون حدود نیمی از شاغلان در ایران بر اساس آن حقوق می‌گیرند. شاغلان غیر رسمی هم که بر اساس برآوردهای رسمی رقم بالایی هستند، دریافتیشان تابع حداقل مزد است. گرچه هر سال میزان حداقل دستمزد زیاد می‌شود، تورم بالا در بسیاری از سال‌ها رشد آن را خنثی کرده. مثلا در سال 99 حداقل مزد 26% نسبت به سال 98 بالا رفت. اما این افزایش اسمی است. با محاسبه تورم که برای این سال به روایت رسمی حدود 34% است، در عمل افزایش دستمزدها به اندازه‌ای نبوده که افزایش قیمت‌ها را جبران کند. برای حداقل مزد سال 1400 هم رقم 2 میلیون و 655 هزار تومان تعیین شده که برای حقوق پایه ماهانه به طور اسمی 39% بیشتر از سال 99 است. اما آخرین برآورد از تورم سال بعد که مربوط به صندوق بین‌المللی پول است به 39% میرسد. به این ترتیب رشد حداقل مزد امسال در خوشبینانه ترین حالت میتواند جبران کننده تورم باشد.
همزمان بالا بردن 40% هزینه نیروی کار برای کارفرمایانی که خود گرفتار رکود و افزایش هزینه‌های تولید هستند، خطر توقف یا کاهش تولید برخی فعالیت‌های اقتصادی را در پی دارد. نتیجه احتمالی آن هم بیکار شدن شماری از کارگران و از دست رفتن همین دستمزدهای پایین است. مثلا خود من این مدتی که کرونا تعطیل، به قول معروف کرونا بود، جنسام همه موندن، با فشار پول جنسامو دادم، وام گرفتم، قسط وامو الان میدم. بعد همین دیگه، یا جنسامونو با ضرر میدادیم. بازاریایی که پولدار بودن جنسامو رو با ضرر میخریدن، انبار میکردن. همون منبع درآمد ما میشد، از مایه میخوردیم، از همون سرمایه خودمون. سرمایه‌مون هم به صفر میرسید. یعنی هیچی، اگه 10 میلیون سرمایه جنس داشتیم میخوردیم دیگه، چیکار کنیم؟ بچه‌ها هم گرسنگی میمیرن. تجمع اعتراض کارگران برای آنها که در فضای صنعتی ایران کار می‌کنند اتفاق جدیدی نیست. آنچه جدید است افزایش شمار و تناوب این اعتراض هاست. نکته تأمل برانگیز آن که فقر در ایران در حال پوست انداختن است. معیشت دیگر فقط دغدغه طبقه مزد بگیر نیست. این صفوف مرغ و روغن خود نشان از آن دارد که هر سال بخشی از طبقه متوسط به طبقات پایین تر سوق داده می شوند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. موتورهای اقتصاد جهان دوباره روشن شده، ولی خطر اینه که پردرآمدها سوارن و کم درآمدها پیاده. این خلاصه گزارش دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی جهانه. گزارشی که میگه اقتصاد جهان امسال 6% رشد میکنه، ولی هم شکاف بین کشورهای فقیر و غنی داره عمیق‌تر میشه و هم نابرابری مالی بین زنان و مردان، جوانان و مسن‌ترها، افراد کم مهارت و افراد ماهر. این نهاد همچنین انتظار داره در سال جاری نرخ تورم و بیکاری در ایران بالا بره و رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌های قبل باشه. بهرنگ تاج‌دین گزارش میده. خیابان‌ها خالی، دکان‌ها بسته. بالا رفتن موارد ابتلا به ویروس کرونا، دهلی پایتخت هند را دوباره به تعطیلی کشانده. رونق اقتصادی این ششمین اقتصاد بزرگ دنیا هم مثل خیلی کشورهای دیگر هنوز نتوانسته از مانعی به نام کووید 19 عبور کند. صندوق بین المللی پول در گزارش تازه‌اش درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان می‌گوید سحر نزدیک است. با وجود تردید فراوان درباره آینده همه‌گیری، راه خروج از این بحران بهداشتی و اقتصادی روز به روز مشخص‌تر می‌شود. به لطف نبوغ دانشمندان، صدها میلیون نفر دارند واکسینه می‌شوند. انتظار می‌رود این به بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورها در ادامه سال منجر شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که پس از رکود بی سابقه سال 2020 نرخ رشد اقتصادی جهان امسال 6% و سال آینده میلادی 4.4% باشد. ولی تا الان که بیشتر واکسن ها به مردم کشورهای ثروتمندتر رسیده. صندوق بین المللی پول به همین خاطر انتظار دارد کشورهای کم درآمد و در حال توسعه مجبور شوند مدت بیشتری منتظر بهبود اقتصادشان باقی بمانند و در دراز مدت هم ضربه شدیدتری بخورند. این نهاد میگوید این واگرایی در سرعت بهبود اقتصادی دارا و ندار خطرناک است و نابرابری به کشورها هم محدود نمی شود. نابرابری در بهبود وضع دارد در داخل کشورها هم اتفاق می افتد، چرا که جوانترها، افراد غیر ماهر و زنان همچنان آسیب بیشتری دیدند. این بحران روند اتوماسیون و دیجیتالی شدن را سریع‌تر کرد و بسیاری از شغل‌هایی که از دست رفتند ممکن است هیچ وقت برنگردند. پیشبینی این گزارش درباره وضع امسال و سال آینده اقتصاد ایران چندان شیرین نیست. گزارش بر اساس داده‌های نهادهای رسمی ایران پیشبینی کرده نرخ تورم امسال بالاتر برود و به 39% برسد. نرخ بیکاری هم پیشبینی شده که سال 1400 به 11.2% و سال بعدش به 11.7% برسد. نرخ رشد اقتصادی سال 1400 هم 2.5% پیش بینی شده که از پیش بینی قبلی 0.5% کمتر است. از یک سال اندی پیش که همه‌گیری کووید 19 جهانی شد، دولت‌ها در سراسر دنیا با وضع انواع محدودیت‌ها از یک طرف و بالا بردن هزینه‌هاشون از طرف دیگه نقش پررنگ‌تری در اقتصاد پیدا کردن.
صندوق بین المللی پول معتقده نه تنها این دخالت‌ها باید تا پایان بحران حفظ بشه، بلکه بعد از همه‌گیری هم ادامه پیدا بکنه. با عقب نشینی همه‌گیری و عادی شدن شرایط بازار کار، تدابیر حمایتی مثل کمک به حفظ کارکنان باید به تدریج کم بشوند. در آن زمان باید تمرکز بیشتری روی هدایت کارکنان به بخش‌های دیگر گذاشته شود، از جمله با یارانه دادن هدفمند به استخدام و بازآموزی نیروی کار. همه‌گیری کرونا چهره خیابان‌ها و نحوه کار و زندگی مردم را در سراسر جهان دگرگون کرده. تغییراتی که دودش ظاهراً بیشتر به چشم ندارها می رود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. ابوالفضل امان‌الله، عکاس ورزشی ایرانی، به زندان فشافویه تهران بزرگ برده شده. آقای امان‌الله به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب محاکمه و به 95 روز حبس محکوم شده بود. آقای امان‌الله بیش از 2 دهه است که عکاسی میکنه و سابقه حضور در 4 دوره جام جهانی، رقابت‌های المپیک، مسابقات آسیایی و جام ملت‌های آسیا را داره. حسین فاطمی، عکاس خبری و رئیس آژانس عکس میدل ایست از شیکاگو با ما هست. آقای فاطمی، عکاس خبری معمولاً کارشون در مسائل سیاسی که نیست، معمولاً به اینجور جاها، عکاس‌های ورزشی به اینجور جاها کشیده نمیشه. چه شده که این اتفاق برای آقای امان‌الله افتاده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. بله، این خبر ما را هم شوکه کرد و انتظار نداشتیم واقعیتش عکاس ورزشی به این سمت بکشن، ولی خب ما تو این چند وقت شاهد این بودیم که عکاسای سینما و ورزشی، عکاسای تئاتر هم به زندان رفتن و این بسیار خیلی ناراحت کننده است. بیشتر قبلنا بیشتر عکاسایی که کار سیاسی انجام میدادن و تو خبرگزاری داخلی و خارجی بودن و مستقیماً به نوعی با سیاستمدارا و با سیاست درگیر بودن که این اتفاق براشون میافتاد و این خبر خیلی ناراحت کننده بود که کسی که 20 سال تاریخ ورزش ایران رو ثبت کرده، به نوعی تاریخ نگاری کرده تو ورزش ایران و یه سری از لحظاتی که ما از ورزشکارای ایران، از پرچم خود ایران توی استادیوم‌های بزرگ دنیا دیدیم و تو تلویزیون ملی ایران خود سیستم پخش کرده، تصاویری بوده که ابوالفضل امان‌الله برای ما ثبت کرده و توی ذهن ما است. حالا دقیقاً چه اتهامی به ایشون زدن؟ واقعیتش خیلی اون دیتیل دقیقشو فکر کنم خیلی ماها خبر نداریم، ولی خب این اتهامی که زده میشه به ابوالفضل امان‌الله، به همه عکاسا تو بیوگرافیشون یه بار این اتهام زده شده و هنوز ما عکاسا اصلا نمیدونیم معنی این اتهام در اصل چیه که به هممون یه جوری زده میشه، ولی خب اشارتون آنجا... همین تبلیغ علیه نظام هست. تا اونجایی که بله من شناختم، خب ایشون در عین اینکه عکاس ورزشی بوده، خب خیلی جاها مثل یک اکتیویست تو رشته خودش فعال بوده، خیلی حرفا رو صادقانه و بدون اینکه از کسی حساب ببره میزده و خیلی جاها هم یه سری سلبریتی‌هایی هستن که توی سیستم باشگاهی هستن و وابستن به سیستم دولتی و سیستم نظامی، خب مثل اینکه به تبعشون خوششون نیومده و ایشون رو کشوندن به سمت دادگاه و زندان. آیا خودتون هم اشاره کردید که این اتفاق برای عکاسای رشته‌هایی مثل تئاتر و همینطور حالا عکاسان ورزشی هم اتفاق میفته، آیا این نشونه اینه که سیاست بیش از قبل وارد ورزش شده و عملا فکر میکنید این مشکلات از طرف سیاسیونی که وارد ورزش شدن داره پیش میاد؟ ما توی چند سال اخیر 2-3 تا عکاس ایرانی داشتیم که توی رشته‌های ورزشی توی جهان کاراشون دیده شده و مورد استقبال بزرگترین فستیوال‌های دنیا قرار گرفته و اونا خیلی حالا ورزشاشون خیلی ورزش‌های مستند و زندگی روزمره ورزشکاران است. خب این ورزش ایران خب توی این چند سال اخیر توی دنیای مدیا و دنیای عکاسی خب تصاویر زیادی ازش پخش شده، مثل ورود بانوان به ورزشگاه آزادی تا چند روز پیش که یک عکاس ایرانی جوان توی بخش ورزشی وردپرس فوتو کاندید جایزه است. خب این نشوندنده اینه که عکاسای ورزشی دارن خوب کار میکنن و عکساشون تاثیرگذاره و ورزش ایران، حالا چی ورزشی باشه که با زندگی روزمره توی شهرهای کوچیک درگیر باشه و یا ورزشی باشه که توی استادیومه بزرگ اتفاق میفته، به هر حال هر دوتاش این سیاست ما
درگیره و هر به نفعی از هر زاویه به این قضیه نگاه میکنی به سمت سیاست کشیده میشه. و اینکه من تو این چند وقته که دیدم، ما الان تو این چند سال اخیر بیشتر کارهای ورزشیمون از ایران دیده شده تا کارهای سیاسیمون. ممنونم از شما آقای فاطمی. حسین فاطمی، عکاس خبری از شیکاگو. در ایران دو محیطبان عصر دیروز در یک منطقه حفاظت شده استان زنجان به نام فیل خاصه کشته شدند. این منطقه زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی خاص است. این اولین بار نیست که محیطبانان در ایران به قتل می‌رسند، اما حادثه اخیر شوک تازه‌ای به جامعه فعالان محیط زیست وارد کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بار دیگر دو مدافع طبیعت ایران بر خاک افتادند. این دو محیطبان به نام‌های مهدی مجلل و میکائیل هاشمی به گفته مقامات محلی عصر دیروز در یک منطقه حفاظت شده استان زنجان به دست عده شکارچی کشته شدند. کشته شدن محیطبان‌های ایران به دست شکارچیان معضلی است که همچنان جامعه محیط زیست ایران را رنج می‌دهد. چند نفر که مظنون به شلیک این خودروهای محیطبان‌ها بودند شناسایی و دو نفر آنها امروز بازداشت شدند. جزئیات حادثه از زبان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: روز گذشته ساعت 6:30 بعد از ظهر دو تا از محیطبان‌های ما با یک دستگاه پیکاپ مشغول میشن به یک دستگاه نیسان که در منطقه فیل خاصه استان زنجان منطقه حفاظت شده است، اومدن برای شکار غیر مجاز. اینا رو ایست میدن، تعقیب میکنند و شکارچیان فرار میکنند با ماشینی که در اختیار داشتن. خب پس از تعقیبی که صورت میگیره مجدد ماشین شکارچیان غیر مجاز برمیگرده به جاده فرعی و حدودا یک ساعت این تعقیب ادامه داشته. از ساعت 7:30 به بعد دیگه محیطبان ها جوابگوی تلفن همراهشون نبودن و بیسیمشون. مامورانی که محیطبان‌های کشته شده را پیدا کردند با این صحنه دلخراش مواجه شدند. از نای سر تعداد محیطبان‌های کشته شده در 40 سال گذشته حالا از مرز 145 نفر عبور کرده. نای کمر. این اولین بار است که استان زنجان محیطبانی را در راه انجام وظیفه از دست می‌دهد. اولین بار هم هست که محیطبانی بعد از تصویب لایحه حمایت از محیطبان‌ها کشته می‌شود. دما تقریبا حدود 10 درجه زیر صفر. شرایط زندگی برای محیطبان‌های ایران بسیار دشوار است. غیر از خطر مرگ، حقوق آنها اندک است. هرچند در دو سال گذشته دستمزدهایشان 40% بیشتر شده و لوازم بیشتری را دریافت کردند. اما محیطبان‌های ایران همچنان قشری مظلوم هستند. تعدادشان در ایران حدود 3400 نفر است، در حالی که طبق استانداردهای جهانی ایران باید 24000 محیطبان داشته باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بلافاصله نامه‌ای به مراجع قضایی نوشته و از محیطبان‌ها با عنوان شهید یاد کرده. شاید به این امید که خانواده‌های آنها مشمول دریافت مزایای بنیاد شهید شوند. معمولاً شکارچی‌ها شاید از ما قوی‌تر باشند. یکی از مظنونان به قتل این دو محیطبان خود اهل زنجان است. روشن نیست دیگری اهل کجاست. بیشترشون به دنبال تفریح هستند. معمولاً آدمای ثروتمندی هستند. اما یقین است که هر دو نماد استخوانی هستند که در میان زخم مانده. شاید وسایلی دارن از نظر ارتباطی، این وسایل خیلی قوی تر از ما باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. اونا شخصی دنبال این موضوع هستند. در ادامه ویژه برنامه 100 سال تحولات مهم موسیقی ایران، امشب رویدادهای بعد از انقلاب اسلامی رو مرور میکنیم. به رغم اون که موسیقی دستگاهی ایران نقش مهمی در روزهای پیروزی انقلاب و بعد از اون داشت، اما با استقرار حکومت جمهوری اسلامی تقریبا به مدت یک دهه فعالیت‌های موسیقی متوقف شد. فرج بالفکن در نهمین گزارش خودش از این مجموعه فضای اون سالها و تلاش موسیقیدانان رو برای بقای هنری خودشون بازگو کرد. موسیقی دستگاهی ایران در فضای انقلابی آن ایام چهار مضراب اعتراض‌ها بود. دو گروه عارف و شیدا در کانون فرهنگ چاووش هم مصداق بارز این سخنند. با این همه رهبر حکومت اسلامی به محض تحکیم ارکان حکومتش موسیقی را حذف و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد. بسیاری جلای وطن کردند، بسیاری منفعل شدند و بسیاری هم خودآگاه یا ناخودآگاه
هسته مقاومت تشکیل دادند. بعد از انقلاب یعنی اصلا دست و دلم به کار نمی‌رفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربداران. ابتدا راحت قبول نمی‌کردم برای اینکه خب یه خورده از چند نظر گله‌مند بودم، چون کار دانشگاهی می‌کردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش. قیام علیه استیلای مغولان قصه سربداران بود در ابتدای دهه 60، اما همزاد پنداری آهنگساز با زمانه داستان منجر به خلق یکی از بهترین آثار موسیقی ایران شد. من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنم. نمیتونم حرف بزنم. انگار اصلا من چی نمیگم. همزمان تلاش موسیقیدانان برای دریافت مجوز انتشار نوارهای موسیقی ادامه داشت. حکومت هم که نیاز مبرم به بسیج نیرو برای جبهه ها داشت، سرانجام تم به صدور مجوز داد، اما به شرطها و شروطها. گفتند که چهار مزرعه که باید حذف بشه، نباید بشه، چون که ریتم تندی داره و یه ذره پرتحرک. رنگ هم که خب شادی آفرینه نباید باشه، اونم حذف شد. چی موند ازش؟ یه پیش درآمد، یک تصنیف و ساز آواز. چه بر سر فرم اصیل موسیقی ایران آمد که سرآغازش پیش درآمد بود، با ساز و آواز به عرش می رفت و با تصنیف و رنگ فرح بخش و طربناک می شد. خوب یا بدش رو من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی اون فرمت اصلی موسیقی سنتی رو از دست داد به طور کامل. ولی در یک مورد و یک شخصیت توی موسیقی ما، استاد شجریان، حتی آخرین کنسرتی هم که من از ایشون دیدم چند سال پیش در خارج از ایران، همون فرمت حفظ شده بود. چه ها که بر سر ما رفت و کس نزد آهی، به مردمی به مردمی که جهان سر حکایت شب‌های تار موسیقی ایران از ناله بموزیرام پیداست، اما جوش و خروشی هم دارد که شکرندی سد محدودیت هاست. الانسانو حریص و الا ما منع. آدم رو از هر چی من کردی بیشتر حریص میشه. گویا این دور بودن اجتماع ما از موسیقی باعث شده که مردم بسیار حریص بشن نسبت به موسیقی. من تقریبا کمتر خانواده‌ای رو میشناسم که بچه هاشون حداقل به یک کلاس موسیقی تار، ستار، ویولون، پیانو، گیتار و غیره نره. کلاس های موسیقی در شهر تهران بیداد میکنه، یعنی اینقدر کلاس موسیقی است که گاهی آدم سرگیجه میگیره که واقعا چقدر مگه ما موسیقی دوست داریم که این کلاس ها بتونن همشون کار بکنن و درآمد داشته باشن. مثال روشنش هم ریتم صلحی است که به همت فربود یداللهی استاد تنبک نوازی ایران حالا سراسری شده.
فرج بادفکن، بی بی سی. فردا شب دهمین و آخرین قسمت این ویژه برنامه‌های فرج رو هم در انتهای 60 دقیقه ببینید. اما فردا ساعت 9 شب به وقت تهران مستندی هم از بی بی سی فارسی پخش میشه به نام در سایه ایران. این مستند رو نفیسه کوهنورد ساخته و موضوع اون تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی بر نفوذ ایران در عراق. عراق مانده در دوراهی ایران و آمریکا. یمو قضیه قتل سلیمانی مشکل استعملت ارض العراق لتصفیه حسابات. ترور مهمترین فرمانده نظامی ایران به دستور ترامپ در عراق جهان را بهت زده کرد و طرفداران حکومت تهران را خشمگین. ولا نقبل بأي احتلال وعليكم الخروج اذا ما خرجتوا بالطرق السلميه قد نفطر الى ان نذهب بالطرق المقاومه. کشته شدن قاسم سلیمانی آغازگر فصل خطرناک جدیدی در عراق بود. I don't think that you're ever going to see a complete absence of US forces. در این کشمکش اما مردم عراقند که رنج میبرند. الشعب لهم قبل سوت حفن التراب فتفتوا بيدهم ويدبوا هيك هيك ما هيك فتتوا الشعب ياخذونهم النمو ما و هر کس که جرأت اعتراض داشته باشد صدایش می تواند با گلوله‌ای سربی خاموش شود. So you tell me that you know. یعنی میدونی احمد و صفا رو کی کشته؟ نعرف منو قاتل، نعرف الحزب اللي قدام بالاختيار. اونا کیان؟ این گزارش رو که نفیس کوهنورد خبرنگار ارشد ما در خاورمیانه ساخته فردا شب ساعت 9 ببینید. ممنون از شما که همراه ما بودید در این 60 دقیقه. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا کنید. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.